ببینیم اگر در این مجلس ما امام صادق علیه السلام حضور داشت چجوری کار میکرد. مهشکم افرادی که پیشنهاد شدن آقای دکتر سید حسین مرتضوی، دکتر علی آراد، مهدی هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرومی، محمد صالحی، حسین حجتی، محمود فهیمی، سید هاشم طباطبایی، سید جلال الدین مدنی کرمانی، محمد جعفری لنگرودی و آقای محسن هادوی. 6 نفر از بین این 12 نفر انتخاب بفرمایید. در اواخر تیر 59، 12 نامزد اعضای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی می شوند تا با انتخاب 6 تن از میان آنان و تشکیل شورای نگهبان، مجلس به طور رسمی وارد مرحله قانونگذاری شود. آقایون ملاحظه فرمودید که 12 نفر حقوقدانان از طرف شورای عالی قضایی معرفی شدند که تکثیر شده است و به فرد آقایون داده شده است. باید آیون 6 نفر از بین این 12 نفر رو انتخاب کنند تا بلافاصله شورای نگهبان تشکیل بشه و با حضور شورای نگهبان مقدمه گذشتن آیین نامه و سپس انتخابات هیئت رئیسه انجام بگیره و مجلس وارد دوره قانونگذاری بشه. خلخالی که با رأی گیری بر اساس لیست مخالف است، پیشنهاد می‌دهد برای آشنایی بیشتر نمایندگان، دکتر بهشتی و چند نفر دیگر درباره 12 نامزد معرفی شده توضیحاتی بدهند. بیان اینجا ما اینا رو ببینیم، هویت اینا رو یه قدری در شخصیتشون، آقایون دیگری که وارد هستن یه قدری توضیحاتی بدن. آیه پول خورد نیست که آدم بگه که حالا هرچی جیبم اومد دستم اومد. این قرعه کشی میشه، این مسئله اساسی و حساسه. نمیشود این رو همینجوری ما یه 6 نفر از این مثلا 12 نفر این خیلی بده. باید این افراد بیان اینجا، هویتشون، خصوصیاتشون، اخلاقشون، مخصوصا جناب آقای دکتر بهشتی که واردن، آقای موسوی اردبیلی واردن، که بیان اینجا توضیح بدن این آقایون رو. به هر حال با رأی گیری نمایندگان، 6 عضو حقوقی شورای نگهبان انتخاب می شود. 23 تیر ماه 59، رئیس سنی مجلس با قرائت نام فقهای شورای نگهبان که امام خمینی تعیین کرده اند و 6 نفر حقوقدان به انتخاب نمایندگان، رسمیت مجلس را اعلام می کند. بنده آقایان اعضای، آقایان فقهای اعضای فقهای شورا رو قبلن قرائت میکنم اسامی ایشان رو و برای معرفی. جناب آقای احمد جنتی، جناب آقای لطف الله صافی، جناب آقای یوسف صانعی، جناب آقای غلامرضای رضوانی، جناب آقای عبدالرحیم ربانی، جناب آقای محمد رضا مهدوی کنی. این آقایان 6 نفر فقهای اعضای شورای نگهبان هستند. اعضای حقوقدان شورای نگهبان به طریقی که آقایان انتخاب کرده بودند فعلا معرفی می شوند. جناب آقای مهدی هادوی، جناب آقای حسین مهرپور، جناب آقای علی آراد، جناب آقای گودرز افتخار جهرومی، جناب آقای محسن هادوی، جناب آقای محمد صالحی. با این معرفی برای مجلس شورای نگهبان معرفی شده است و بنابراین اعلام
اعتبار قانونگذاری مجلس کرده می شود. در همین جلسه آیت الله جنتی به نمایندگی از فقهای شورای نگهبان دیدگاه شورا را درباره اهمیت مجلس تشریح می کند و نگاه دین مدار را مشکل گشای مسائل موجود می داند. و ببینیم اگر در این مجلس ما امام صادق علیه السلام حضور داشت و یه طرف قضیه بود و می خواست رأی بده و بر این رأی استدلال بکنه، بینش ما اینه که چجوری کار میکرد. اون چه ما دریافته ایم از مجموعه سیره اینه که اگر ایشون حضور داشتن چه میکردن، طرز تلقی و برخورد چجور بود، ما هم همون جور رفتار بکنیم. به نمایندگی از حقوقدانان شورای نگهبان نیز گودرز افتخار جهرومی در سخنانی کوتاه پاسداشت قانون اساسی و قانونگذاری دین مدار را وظیفه مهم مجلس میداند. امروز امت اسلام و به خصوص ملت ایران چشم امید به مجلس دارد. مردم می خواهند که مجلس با قاطعیت هرچه بیشتر احکام اسلامی را یکی بعد از دیگری پیاده کند. می خواهند که بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید و نظارت داشته باشد. همه ما وظیفه داریم که فقط به اسلام عزیز و مملکتمان فکر کنیم و جز رضای خداوند تبارک و تعالی چیزی نخواهیم. مجلس برای آغاز بررسی طرح‌ها و لوایح نیازمند آیین‌نامه است. چگونگی بررسی این آیین‌نامه در مجلس بحث برانگیز می‌شود. تنها مسئله‌ای که اینجا پیش میاد مسئله اینه که وقتی که ما خواستیم هیئت رئیس مجلس رو انتخاب کنیم بر طبق چه ضوابطی باشه و بر طبق چه آیین نامه ای. بنابراین به عنوان مقدمه، اگر دفاعی بخوایم تازه روی این مسئله بکنیم و بگیم جناب رئیس کار غلطی نکردن که این موضوع مطرح کردن، به عنوان مقدمه ای بر تعیین هیئت رئیس که نحوه انتخاب اعضای هیئت رئیسه رو معین بکنه، به عنوان مقدمه آیین‌نامه لازمه. این سوال الان پیش میاد، آیا آیین‌نامه کلن تمامش لازمه یا اون مقدمه‌ای که برای این کار به خصوص مورد نیازه؟ در قانون اساسی این مسئله وجود نداره که هیئت رئیسه باید بعد از تصویب آیین‌نامه داخلی باشه. اونی که در اصل 65 هست اینه، آیین‌نامه مصوب داخلی. اصل 65 داره آیین‌نامه مصوب داخلی، اما اونی که در 66 هست داره آیین‌نامه داخلی مجلس. مگر تاکنون که ما مجلس اداره می‌شده آیین‌نامه داخلی نداشته؟ اون چه که شورای انقلاب تصویب کرده آیین‌نامه داخلی تلقی میشه. مجلس تا حالا چجوری اداره می‌شده؟ با آیین‌نامه داخلی مصوب شورای انقلاب اداره می‌شده. بنابراین در اصل 66 نیست که آیین‌نامه مصوب مجلس، داره آیین‌نامه داخلی مجلس. بنابراین اصلا به طور کلی آقای صحابی جناب رئیس حق نداشتن که این مسئله رو به این صورت طرح بکنن. طبق مصوبات شورای انقلاب لازم بوده اول هیئت رئیسه دائم انتخاب بشن، بعد مسئله آیین‌نامه داخلی مطرح بشه. با قانون اساسی هم اصلا منافات نداره. شورای نگهبان هم حاضرن و میتونن در تفسیر این اصل قانون اساسی نظرشون رو اعلام بکنن. با توجه به این که در بسیاری از موارد صراحت داره که ماده به ماده باید بررسی بشه و رأی داده بشه، یه مقداری سرعت عمل به خرج داده بشه و آیین‌نامه داخلی تصویب بشه بعد هیئت رئیسه، این هیئت رئیسه سنی هم که الان هستن منافات نداره، برای اینکه اینها کارشون رو ادامه بدن و کار تصویب آیین‌نامه داخلی. یا میفرمایید قانون اساسی میگه که باید اول تصویب بشه، هیچ اشکالی ما نمیبینیم که با همین هیئت رئیسه آیین‌نامه داخلی تصویب بشه.
سرانجام 29 تیر با انتخاب رئیس مجلس و هیئت رئیسه دائم، اولین مجلس شورای اسلامی عملاً آماده آغاز به کار می شود و همان گونه که در برخی گمان زنی ها مطرح بود، هاشمی رفسنجانی با رأی اکثر نمایندگان عهده‌دار ریاست مجلس شده است. حتی پیش از اینکه خودم مسئولیت اداره‌شو داشته باشم، خوب می شناختم و بعد از این گرفتن مسئولیت بر معرفتم خیلی چیزی اضافه نشده، برای اینکه اکثر افرادی که تو مجلس هستن از نظر من مردمی هستن که مدت هاست اینا رو میشناسم و روحیه‌شون و فکرشون و منششون و شیوه‌های برخوردشون اکثرا میدونستم. نظر من در مورد مجلس شورای اسلامی به طور کلی اینه که از نظر افراد و نمایندگان، یعنی باید گفت مواد خام کار به طور کلی بسیار خوبه، یعنی اکثرا آدمای لایق سالم انقلابی مسلمان متعهد و فداکار. از نظر کیفیت ترکیب هم به نظر من خوبه، برای اینکه به اندازه ای از اختلاف سلیقه و روش و فکر برخوردار هست که مسائل یک جانبه رسیدگی نشه. تصفیه حساب خونین در سازمان مجاهدین خلق که به قتل چند نفر در سال 54 منجر شده از مقاطع مهم انحراف این تشکیلات است. در اواخر تیر 59 دادگاه تقی شهرام از رهبران شاخه مارکسیسم سازمان مجاهدین خلق که به تازگی دستگیر شده با حضور شاکیان و خانواده مقتولین تشکیل می شود تا واقعیات انحراف این سازمان از اسلام آشکارتر شود. جهت رسیدگی به اتهامات آقای محمد تقی شهرام فرزند رمضان با حضور نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی ایران و اعضای دادگاه انقلاب و گروهی از تماشاچیان و خبرنگاران و خانواده‌های شهدای مربوط به این اتهام و خانواده محمد تقی شهرام به تاریخ 23/4/59 تشکیل جلسه داد. شکات شکایت خودشون رو مطرح خواهند کرد و دادگاه بر اساس پرونده و شواهدی که وجود داره رأی خود رو صادر خواهد کرد. در کیفرخواست تنظیم شده در دادگاه انقلاب، تقی شهرام به مشارکت در چند ترور و صدور دستور قتل چند تن از اعضای سازمان متهم است. تقی شهرام در آن مقطع پس از تصمیم بر تغییر جهت فکری سازمان به سمت ایدئولوژی مارکسیسم، حکم ترور افرادی را که از پذیرش این تغییر جهت ضد دینی خودداری می‌کنند، صادر می‌کند. اسدالله لاجوردی نماینده دادستانی که با هوشیاری انحراف و نفاق در این سازمان را دنبال می کند، کیفرخواست را قرائت می کند. موارد اتهام: شرکت در صدور فرمان قتل برادران شهید مجید شریف واقفی، مرتضی صمدی لباف، محمد یقینی، علی میرزا جعفر الاف، جواد سعیدی، فاطمه فرتوکزاده و فرهاد صفا، بنابر شکایت شکات و سندهایی که زیلن به عرض خواهد رسید، کادر رهبری در اون زمان اختیار کامل اداره سازمان و تصویب خط مشی کلی اون را عهده‌دار بود و بنابر اصل سنترالیسم دموکراتیک سازمان را اداره می کرد. با پذیرش اصل مزبور، کلیه اعضای سازمان در مرحله تصمیم گیری می بایست دقیقاً دستورات رهبری را ولو آنکه با آن مخالف باشند انجام دهند و
و اختیار کلیه تصمیم گیری ها با کادر رهبری می بود. من و چند نفر دیگر و مجید شریف واقفی که یکی از افراد مؤثر و فعال رهبران گروه بود با آنها مخالفت کرده و حاضر به پذیرش مارکسیست نشده و خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم اقدام به ترور ما کردند. آنها چرا چنین کردند؟ چون رهبران گروه موقعیت خود را در خطر می دیدند و مطمئن بودند دیگر ادعاهای به ظاهر علمی و تئوری‌های آنها که ما در عمل به آن رسیدیم خدشه‌دار شده و دیگر نمی توانست قابل قبول باشد. با رسمیت یافتن مجلس، زمینه برای سوگند ریاست جمهوری بنی صدر فراهم شده است. این مراسم در آخرین روز تیر 59 با حضور دکتر بهشتی در مجلس انجام می شود. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم. انتخاب نخست وزیر و سپس رأی اعتماد به هیئت دولت در صدر وظایف تأثیرگذار مجلس است که امام نیز به آن اشاره و اهمیت دقت در آن را به نمایندگان گوشزد می کند. حالا ما باید این مطلب را به مجلس شورا اعلام کنیم که باید یک دولت متدین تمام 100% اسلامی و قاطع، یک نفر وزیر اگر مثل بعضی از این وزرا که الان هستند باشد، اینها نپذیرند. تمام وزرا یکی یکی باید بررسی شوند. وزیر متدین 100% انقلابی و مکتبی و قاطع. اگر چنانچه ما دولتمان باز مثل سابق باشد، آنطور دید را داشته باشد، ما باید عزای این نهضت را بگیریم و پیروزی ما امکان ندارد. بلحاظا ما باید این اشتباهات سابق را جبران کنیم. فکر میکنم که نمایندگان محترم ملت انقلابی ایران در مجلس شورای اسلامی بتونن اکثریت قاطعی در یک خط اصیل به وجود بیارن و اصولا یکم چه اکثریتی به چشم میخوره. این اکثریت ممکنه هنوز شکل پیدا نکرده باشه، اما جهتگیری و خط فکریش از همین حالا به چشم میخوره. به هر حال هنوز خیلی زوده درباره میزان توانایی مجلس در این باره اظهار نظر بکنیم. من امیدوار هستم که مجلس و نمایندگان محترم در همین نخستین قدم بسیار مهم همونطور عمل کنند که ملت شریف انقلابی ایران انتظار داره. بنی صدر که ظاهراً تصورات خاصی از ساختار قدرت آینده در ذهن دارد، حاج احمد خمینی را برای نخست وزیری پیشنهاد می‌دهد، اما امام هوشیارانه مخالفت می‌کند. بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند. 31 تیر نام مجلس به رأی گذاشته می شود. این موضوع مورد اختلاف دو طیف از نمایندگان ملیگرا و انقلابی است. نمایندگان انقلابی به فضاسازی ملیگراها پاسخ می دهند. بنده بسیار نگرانم که شما این مسئله به این طریق با این تعبیرها در مجلس شورای اسلامی که آیان پیشنهاد می کنند تصویب بشود. مصلحت نیست، بر خلاف قانون اساسی است، محتوای قانون اساسی رو صدمه خواهد زد. هرگز اسلام با ملی گرایی با ملیت سالم مخالفت نداره.
شمایید که چند روز دارید ملی‌گرایی رو در مقابل اسلام قرار میدید. در نهایت نمایندگان با رأی قاطع به عنوان نشانه ای از رویکرد مجلس شورا در اهداف و قانونگذاری، پسوند اسلامی را برای مجلس شورا به تصویب می رسانند.